پیروزی تونی مندز مأمور CIA با کمک مقامات کانادا در فیلم آرگو یه پیروزی ملی است، هرچند جزئیات آن با حقایق تاریخی فاصله بسیار دارد. غرور ملی زخم خورده از گروگانگیری و تلاش ظاهرا بی‌نتیجه برای منصرف کردن ایران از ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم در پایان ساختگی فیلم آرگو تسکینی موقت پیدا می‌کند. در فیلم خارج کردن کارکنان سفارت به حساب زحمات سازمان CIA گذاشته می‌شود. بن افلک میگوید برای تحقیق درباره این فیلم به مقر سازمان CIA رفت و با کسانی که اونجا کار میکنند حرف زد و همچنین با تونی مندز، ماموری که کارکنان سفارت را از ایران خارج کرد، مدت ها صحبت کرد. با رئیس سازمان CIA ملاقات کرد و در راهروهای اونجا قدم زد و برایش مهم بود که واقعی باشد و نشان دهد که کارکنان سازمان CIA مثل آدم های دیگر قابلمه به دست صبح ها سر کار میروند. You have 72 hours to get them out. در فیلم آرگو بعد از بمباران اعصاب تماشاگر با خطرها و چالش‌های ساختگی، پیروزی نهایی چنان رهایی بخش است که تماشاگران بی اختیار برای فیلم دست می‌زنند و هورا می‌کشند. به قول اندرو اوهر، منتقد نشریه وزین سالان، پایان فیلم طوری طرح شده که تماشاگر نسبت به آمریکای اوج جنگ سرد در دهه 1980 احساس غرور کند. جای آلمان نازی در فیلم‌های زمان جنگ و جای اتحاد شوروی در فیلم‌های دوران جنگ سرد و حتی جای تروریست‌ها در پیامد 11 سپتامبر رو حالا جمهوری اسلامی گرفته به عنوان دشمن خارجی. فیلم آرگو مورد انتقاد قرار گرفته به خاطر تصویر منفی که نه تنها از عوامل جمهوری اسلامی بلکه از همه مردم ایران ترسیم می‌کند. یک جانبه بودن این تصویر کلیشه‌ای نه تنها به بخت فیلم برای گرفتن جایزه اسکار لطمه نمی‌زند، بلکه آن را بیشتر می‌کند، چون بازتاب باورهای رایج در افکار عمومی است. فیلم آرگو یک فیلم هالیوودی است با سناریوی فرمولی، چرخش‌های ساختگی و پایانی خوش و ستارگان آشنا، اما ضمناً فیلمی است درباره هالیوود و صنعت سینما. در شخصیت‌های هالیوودی که جان گودمن و آلن آرکین با شوخی و کنایه آفریدند، رای دهندگان آکادمی چهره‌های آشنا از صنف خود می‌بینند. اسکار فرصتی برای صنعت سینما است برای تجلیل از خود و آرگو تنها فیلمی است که این پیام را نمایشی کرده. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. Tony Mendez managed to convince the United States government to do something that was even crazier than what most Hollywood studios would dream up. سناریست کریس تریو که برای اما اونچه فیلم آرگو رو قدرت بخشیده فصل‌های ساختگی سناریوست، از جمله گردش مخاطره آمیز گروه در بازار تهران و همچنین تعقیب و گریز و تیراندازی پاسداران در آخر فیلم.